در کل مدتی که اینا قفلی زدن رو ترامپ رو شروع کردن اذیتش کردن، همیشه بحثی بوده که وقتی از کاخ سفید یا بایدن میپرسیدن که آقا ترامپ اینجوری میگن ریختن خونه‌اش و هزار یک داستانی، گفتن آقا ما اصلا خبر نداریم. قوه قضاییه در آمریکا مستقل عمل میکنه، البته اگه شما جمهوری خواه باشید، اگه دموکرات باشید قبلش من امضاش از شما میگیره. همین اتفاق الان دیگه تثبیت شده. در مورد این صحبت میکنم که چجوری تمام کاری که قوه قضاییه انجام داده با هماهنگی شخصی خود بایدن بوده. بعد اون اتفاق بسیار بزرگ که کشف شده ترامپ سیاه‌پوسته، نه که واقعا سیاه‌پوسته، انقدر که سیاه‌پوسته دارن ازش حمایت میکنن و میگن به خاطر تمام این ظلمایی که داره بهش میشه و اینکه سیستم کلا متحد شده بر علیهش، دقیقا مثل ما سیاه‌پوستا میمونه، برای ما ترامپ رو درک میکنیم و اعتقاد داریم که ترامپ هم امروزه واقعا یک سیاه‌پوسته. ترامپ ایز بلک. میریم با هم دیگه این یکی دو تا بخش رو میبینیم. امیدوارم که تا انتهای ویدیو حتما بیننده برنامه امروز باشید. درود بر شما، فراد متقی هستم، اینجا اخبار خاموشه و در این کانال سعی میکنم اخباری برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن. ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید، لطف کنید اگر لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بذارید. این کانال برای شما دوستان تهیه شده تا احیانا اگر علاقه دارید که چیز بیشتری در رابطه با وضعیت امروز دنیا بدونید، چون به هر حال خود کشور از همون ایران هم معلول یه سری علتهای بزرگه، نمیشه بگیم که اتفاقات در کشور ما فقط به کشور ما معطوف میشه، چه برسه که وقتی در مورد یک کشور به نوع ابرقدرت قدیم، حالا رده سوم در جدول رده‌بندی ابرقدرت در حالت فعلی داریم صحبت میکنیم. مطمئنا شاید دفعه اول اگه به این کانال اومدید براتون یه مقدار گنگ باشه، ولی دو سه روز باشید در جریان اتفاقات قرار میگیرید و تازه متوجه میشید چقدر اتفاقات هیجان انگیزی هستش. امیدوارم که ببینید این ویدیو رو بپسندید. اما بریم سراغ داستان اولمون. این داستان اولمون هم ربط کاملا مستقیم داره به اتفاقاتی که از دو سال پیش رقم خورده، یعنی الان دیگه مشخص شده از اون زمانی که حمله کردن به مارالاگو خونه پرزیدنت ترامپ، از اون زمان همه چیز در هماهنگی کامل با خود بایدن، کاخ سفید و تمام اتفاقات دو دستور خودش بوده تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم. پرایم تایم جسی واترز رفته لیست ورود و خروجای کاخ سفید رو در آورده و مشخص شده که بله، اینا قبلش میرفتن اونجا اجازه میگرفتن، اون بهشون میگفته آقا بله برید حمله کنید بگیرید ببرید غیره. فکر کنم خیلی باحال بشه این ویدیو براتون، خیلی سوالاتون رو جواب بگیرید. من سعی میکنم به صورت زنده روی ویدیو برای شما به صورت همزمان ترجمه کنم. Just released suggests that Joe Biden is personally running the prosecutions of Donald Trump. اطلاعات رفت آمدی که تازه منتشر شده نشون میده که جو بایدن خودش شخصا تعقیب قضایای دونالد ترامپ رو داره هدایت میکنه. The Biden White House was much more involved in the Mar-a-Lago raid than we ever realized. قوه ببخشید کاخ سفید بایدن بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم و میتونستیم حدس بزنیم در حمله به مارالاگو منزل پرزیدنت ترامپ دخیل بوده. White House visitor logs suggest that the raid itself may have been hatched inside the Biden White House, and the special counsel prosecution on Donald Trump is still being coordinated by the White House. دیگه مشخصاً در اسامی و تاریخ و زمان رفت و آمدهای کاخ سفید کاملاً داره نشون میده که احتمال زیاد این داستان تعقیب قضایی که الان توسط کانسل ویژه بر علیه دونالد ترامپ داره انجام میشه نطفش در کاخ سفید بسته شده و همچنین نشون میده که همین الان هم کاخ سفید داره هماهنگی‌های لازم رو در رابطه با این موضوع انجام میده. جی براد، who's now the top aide to the special counsel Jack Smith, was a Justice Department official and was summoned to the White House twice in the fall of 2021. To meet with Joe Biden's Deputy Chief of Staff, Carolyn Saba, and an advisor to the Chief of Staff, Catherine Riley. آقای جی برات، کسی که به عنوان یکی از کمک‌های اصلی جک اسمیت بازرس ویژه شناخته میشه، کارمند وزارت دادگستری بوده و دو بار در پاییز 2021 به کاخ سفید احضار شده
تا با کارولین ساب معاون رئیس ستاد بایدن و مشاور رئیس دفتر کاترین رایلی که تصویرش هم دارید میبینید دیدار داشته باشه. This was while Donald Trump was negotiating with the National Archives. Jay Bratt didn't want a negotiation. Jay Bratt wanted a raid and lobbied the Biden White House to raid Mar-a-Lago. این اتفاق دقیقاً در زمانی بوده که پرزیدنت ترامپ داشته با آرشیو ملی مذاکره می‌کرده سر مدارک، ولی خب جی برد مذاکره دوست نداشته. جی برد دوست داشته که حمله انجام بده، واسه همین بودش که لابی کرده به کاخ سفید بایدن تا بهش اجازه بدن به مارولاگو یورش ببره. جی برد even visited Mar-a-Lago and told Donald Trump everything was fine. Just put a lock on the basement door. جی برد کسیه که شخصا اومده مارولاگو و به پرزیدنت ترامپ گفته همه چیز اوکیه، فقط یه قفل اضافه به در زیرزمین بزنید. But everything wasn't fine. Joe Biden and his White House counsel signed off on revoking Trump's privilege. And weeks later, armed FBI agents got a warrant from a Trump-hating judge who happened to be an Obama donor and went in hard. ولی انگار گویا حالا همه چیز اوکی نبوده. جو بایدن و همچنین اون نیروهای کاخ سفیدش، مشاور کاخ سفیدش، تمام امتیازات ترامپ رو باطل کردن و چند هفته بعدش بود که اف بی آی، ماموران اف بی آی با یه حکم تفتیشی که از یه قاضی گرفتن که بسیار از ترامپ متنفر بود و جز حمایت کنندهای مالی اوباما بوده، به صورت وحشیانه به مارولاگو حمله کردن. And the Biden Justice Department indicted Donald Trump. و بعدش هم که قطعا میدونیم قوه قضاییه بایدن اومد و ترامپ رو متهم کرد. Then Jay Bratt was tapped to be the top aide for special counsel Jack Smith. And what do you know? و بعد از این اتفاق یهو همچین خیلی ناغافل جی برد شده شکی از دستیاره ویژه جک اسمیت، بازرس ویژه در رابطه با این پرونده. خدا میدونه بعدش که چه اتفاقاتی صورت گرفته. The Biden White House summoned Jay Bratt back to the White House to meet with again Biden's deputy chief of staff. بعدش کاخ سفید بایدن جی برد رو دوباره به کاخ سفید احضار کرد تا دوباره با معاون رئیس دفتر بایدن دیدار کنه. That was just in March. And weeks later Donald Trump was indicted over the Mar-a-Lago documents. این اتفاق در همین ماه مارچ افتاد و چند هفته بعدش بود که پرزیدنت ترامپ به خاطر مدارک مارولاگو متهم شد. Why is the Biden White House conspiring with the Justice Department and the Special Counsel's office to prosecute Donald Trump? چرا کاخ سفید بایدن داره توطئه میکنه با قوه قضاییه، با همدستی بازرس ویژه تا دونالد ترامپ مورد تعقیب قضایی قرار بدن؟ Joe Biden personally told us that he had nothing to do with the prosecution and it was totally independent. Joe Biden که زبون بسته خودش به ما گفت که هیچ دخل و تصرفی به این تعقیب قضایی نداره و این پیگیری قضایی کاملا به صورت مستقل داره میشه. I have never once, not one single time, suggested to the Justice Department what they should do or not do, relative to bringing a charge or not bringing a charge. I'm honest. وقتی جو بایدن میگه صادقانه میگم، آدم حال دعواش دست میده. میگه حتی یک بار هم پیشنهاد ندادن به قوه قضاییه که چیکار باید بکنن یا چیکار نباید بکنن در مورد این موضوع. و اینکه داره میگه که صادقانه دارم حرف میزنم، من اصلا بهشون نگفتم باید چجوری متهم کنن یا چیکار بکنن. That's a lie. Not only do White House visitor logs prove that Joe Biden's team is working with the special counsel's office to raid and prosecute Joe Biden's top political opponent. این یه دروغه. نه تنها کاخ سفید دفتر ورود و خروجاش ثابت میکنه که تیم جو بایدن داشتن با بازرس ویژه پرونده و دفترش همکاری میکردن برای حمله و تعقیب قضایی رقیب انتخاباتی جو بایدن. The New York Times reported that Joe Biden was behind the urgent timeline. بلکه نیویورک تایمز نوشته که جو بایدن شخصا پشت این فشار خط زمانی بوده، یعنی جو بایدن کسی بوده که شدیداً اصرار داشته که هر چی زودتر این اتفاق بیفته.
Joe Biden, quote, confided to his inner circle that he believed former President Donald J. Trump was a threat to democracy and should be prosecuted. جو بایدن این متنی که گفته نقل قول کردن به حلقه افراد نزدیک به خودش، دایره خودش، گفته که اعتقاد داره که دونالد جی ترامپ یک تهدید برای دموکراسیه و هرچه زودتر باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیره. And that Biden himself felt like Garland should quote act less like a ponderous judge and more like a prosecutor who's willing to take decisive action. حتی این جمله اینجا که میگم نقل قوله، یعنی دقیقاً این جمله گفته شده و شاهدی براش وجود داره. جو بایدن برگشته گفته که این نقل قول، مری گارلند نباید مثل یک قاضی زحمتکش تو این مورد رفتار کنه، بلکه باید به عنوان یک رفتارش باید مثل یک دادستان باشه، کسی که آماده است تا تمام اقدامات قاطع رو انجام بده. یعنی که خب قاضی بی‌طرفه ولی دادستان که بی‌طرف نیست، گفته نباید ادای قاضی زحمتکش در بیاره. اینجا الان ما دادستان پاچه ورمالیده می‌خوایم، باید نقش دادستان رو داشته باشه. All of the evidence now suggests Joe Biden was personally behind the prosecution of Donald Trump and the timing of his trial in order to interfere with the election. تمام شواهد داره گواهی میده که بایدن شخصا پشت این تعقیب قضایی دونالد ترامپ بوده و زمان بندی این دادگاه ها هم دقیقاً طوری طراحی شده که مداخله کنه در روند انتخابات. Today, a Democrat DC judge ruled that the January 6 trial, again prosecuted by Jack Smith, will begin March 4th. امروز یه قاضی دموکرات دقیقاً حکم داده که دادگاه 6 ژانویه که دوباره دادستان جک اسمیت هستش قرار 4 مارچ برگزار بشه. A day before Super Tuesday. یک روز قبل از سوپر تیوزدی، یا حالا سه‌شنبه باحال، سه‌شنبه‌ای که در ماه مارچ قرار انتخابات مقدماتی درون حزبی برگزار بشه، یعنی مثلا قرار تو حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ اول بشه. تو اون طرف حالا هنوز معلوم نیست، کسی دیگه اعلام نکرده که قراره بیاد و به عنوان رقیب بایدن شرکت بکنه. اگر که رقیب نداشته باشن، کسی نیاد جلو، خود بایدن میمونه. ولی این ور قطعا قراره که انتخابات درون حزب جمهوری خواه برگزار بشه که فعلا که میدونید همه رو زده مساوی هم نداره و کیلومتر اختلاف. قاعدتا پرزیدنت ترامپ باید اون روز بعدش انتخاب بشه. What a coincidence. And the Mar-a-Lago documents trial begins in May. چه تصادف جالبی و جالب بدونید که حالا دادگاه مدارک مارولاگو هم قرار در ماه می برگزار بشه. But the appeals process will take years and that worries the left. اما خب میدونید روند اعتراض به حکم دادگاه میتونه سالها طول بکشه و این چیزی که چپا رو نگران میکنه. Yesterday MSNBC admitted the Trump trials aren't about administering justice. They're about disqualifying Donald Trump from having his name on the ballot. Watch. اتفاقی که خیلی همون نگرانش هستیم که امیدوارم به شما نیفته، میگه دیروز MSNBC اعتراف کرده که دادگاه ترامپ اصلا ربطی به برقراری عدالت نداره، فقط هدف این هستش که ترامپ رو بگن که واجد شرایط برای کاندیداتوری نیست. یعنی در حقیقت یک کار کنن که اسم دونالد ترامپ دیگه روی برگه‌های رأی نباشه. نگاه کنید. As far as I'm concerned, the all of these court cases, all of these indictments don't mean anything if he's still able to run for president next year. تا اونجا که من میدونم و از این موضوع خیلی نگرانم، تمام این پرونده های دادگاه و تمام این اتهامات غیره هیچ ارزشی نداره اگه اون بتونه سال دیگه دوباره برای ریاست جمهوری کاندید بشه. Unless he is found disqualified from running for president. مگر اینکه به نوع این پرونده باعث بشه که بگن ایشون واجد شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری نیست. He is still a danger to our democracy. So if this is a step in the direction of preventing him from running again or forcing him to step down, then it's great. دونالد ترامپ هنوز خطر برای دموکراسی ماست و اگر این یک قدمی باشه در مسیری که مانع از کاندیداتوری مجدد یا شرکت در انتخابات مجدد رئیس جمهور بشه، فشاری باشه که مجبورش بکنه که بشینه سر جاش، اقدام مناسبیه. Democrat state officials will be taking legal action if Donald Trump's convicted to remove his name from the ballot and force the courts to figure it out.
اقدام رسمی دموکرات‌ها اینجوری که مشخص شده اینه که سعی کردن با تیم‌های حقوقی و غیره که دارن ترامپ رو محکوم بکنن تا بتونن اسمش از روی برگه‌های رأی بردارن و در نهایت حالا فشار بیارن به دادگاه ببینن که دادگاه چجوری میتونن بپیچونن. یعنی منظور اینه که فعلا یه تهمتی بهش بزنن، اسمش رو از رو برگه وردارن، حالا بعدا تو دادگاه اون شکایت میکنه، اعتراض میکنه، یه داستان، یه گلی سرشون میگیرن دیگه. مهم اینه که به یه چیزی دست پیدا کنن که بتونن اسمش از رو برگه وردارن، بعد تمام داستان همیشگی میشه، بعدا شکایت میکنن، 2 سال طول میکشه، 2 سال بعدم که خب حالا رئیس جمهور دموکرات یا نفر بعدی جمهوری خواه نشسته سر منبر و حرکتی هم نمیشه کرد. ABC News reports the plans already in the works in New Hampshire. ABC News میگه که این برنامه همین الان توی نیو همشایر کلید خورده. جو بایدن isn't even committing to debating Donald Trump. جو بایدن حتی ادعا هم نمی‌کنه که قراره با دونالد ترامپ مناظره داشته باشه. هیچ قصدی هم نداره این کارو انجام بده. This isn't a battle of ideas. There's no effort at persuasion. This is the removal of a political opponent through brute force, through handcuffs. این نبرد عقاید نیست، هیچ تلاشی هم برای متقاعد کردن وجود نداره، این حذف یک مخالف سیاسی از طریق زور به طریقه وحشیانه، اونم با دستبند و غیره است. حالا با این وضعیتی که الان ما داریم تو آمریکا میبینیم، یواشاش فکر کنم شعار مردم آمریکا باید تغییر پیدا کنه که چه میدونم دموکرات، جمهوری خواه، دیگه تموم ماجرا، چون قاعدتا میدونم که عموم مردم توقع بیشتری از همحزبیای خودش حالونه که جمهوری خواه هستن داشتن که بلندشن اعتراضی بکنن، حرکتی بکنن، هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. شاید 10 تا سناتور آدم حسابی هم داره، همشون سعی میکنن سوت بزنن، خودشونو درگیر این داستان نکنن. دیگه واقعا خیلی شورش در اومده با توجه به این اطلاعاتی که داره میاد بیرون، با توجه به این مدارکی که داره میاد بیرون. الان این خیلی موضوع مهمیه. بایدن تمام این مدت میگه من دخالت نکردم، دقیقاً نشون میده که مری گارلند تو جیب ساعتی بایدن جا میشه و بهش میگه آقا اینو بگیر، اونو ببر، اونو اینجوری کن، اونو اینجوری کن. الان باید فریاد چه میدونم حل عطا سر میدادن، باید الان میریختن تو دورور کنگره فریاد میزدن، مری گارلند یقهشو میگرفتن، به بایدن میپریدن. اما انگار نه انگار، واقعا تنها قدرتی که میتونه باعث بشه دونالد ترامپ بیاد بالا خود مردم آمریکا، دیگه نه سیاستمدارا. بعید میدونم آدم حسابی چیزی در بیاد و ترامپ هم اگر بخواد واقعا تو این 4 سال، اگر بخواد در این 4 سال کار درستی انجام بده که بمونه براش، اسمش در تاریخ ثبت بشه، چیزی هلوش فکر کنم 2/3 اگر کم نگفته باشم 2/3 کنگره رو باید بگه پرونده‌هاشون رو در بیارن، دستگیر کنن، فساداشون رو کنه، انتخابات درست حسابی بذارن، آدمای درست حسابی بیان بالا تو این 4 سال. وگرنه اگه بخواد بیاد و دوباره اینو بهش بپرن و این همش درگیر این باشه که چی توییت بزنه و چی تو تروت سوشیال بنویسه که جواب اینا رو بده، این 4 سال مثل برق و باد گذشته. بعدش اینه که اون میراثی هم که به جا گذاشته و همه اون آدمایی که تو اون 4 سال تجربه کردن یک آمریکای شکوفا رو، اونم دیگه از بین میره دیگه، میگن اومد هیچ کاری هم نتونست بکنه، رودم همینجوری داشت میرفت. خیلی این 4 سال مهمه به خاطر اینکه بعد از این گندی که بایدن زده و بعد از تمام این چاقوهایی که اینا تیز کردن، تمام نقشه‌هایی که کشیدن که دوباره واکسن بیارن تزریق کنن، دوباره پاندمی بیارن و 1001 بلایی که داره میاد با این جنگی که الان در روسیه و اوکراین، همه اینا میتونه با اقدامات درست ترامپ تو این 4 ساله همش کنترل زد زده بشه، آندو بشه، همش دوباره برگرده به شرایط عادی. اگر که ترامپ بخواد این کارو بکنه، اگر دوباره بیاد در قدرت و دست و بالش بخواد بگه بسته است، آدمای دور و برش همه خائنن و غیره، شرایط خیلی پیچیده میشه. به عنوان یک علاقمند به ترامپ و علاقمند به آمریکا میگم که آقا اگر میبینی قدرتشو نداری نکن این کار رو. الان تا آخر عمرت یک نام بسیار خوب گذاشتی، چرا بخوای بیای خرابش کنی؟ که البته فکر میکنم ترامپ این سرگی بیاد میدونه که این 4 سال فقط 4 سال نیست، اگر نتونه آمریکا رو درست کنه بعد از این 4 سال تا آخر عمرش قراره دموکرات‌ها بهش حمله کنن. امیدوارم که مسیر درست بره. اما قبل از اینکه بریم ادامه برنامه رو هم دیگه ببینیم، این ویدیوی بسیار کوتاه رو بریم ببینیم برای تشکر از عزیزان دوست داشتنی خودم در کانال اخبار خاموش که کمک کردن تا این منبع های آب در سیستان و بلوچستان برای روستاهای
بسیار محروم نصب بشه تا اونها هم بتونن اگر آب آشامیدنی پیدا میکنن حداقل بتونن یه جا نگه دارن تا فاسد نشه، بیماری نگیرن و بتونن بنوشن. قیمتی نداره اینها، امیدوارم بتونیم با هم دیگه کمک کنیم، دست به دست هم بدیم تا برای این روستاها منبع آب تهیه بشه. هر کدومش بکنم 120 دلار قیمتشه، ضد باکتری پلاستیکیه و حالا میمونه و وقتی ازش آب میخورن میگن خدا خیرش بده، خدا پدر مادرش بیامرزه، خدا بچه‌هاشو نگهداره و حالا شما از این انرژی مثبت قطعا بهره مند میشین. بریم ببینیم دوستان عزیزم چه گلی کاشتن، دوباره برمیگردیم در خدمتتون هستم. امسال کشور عزیزمون ایران یکی از گرمترین تابستون‌های خودش رو تجربه کرده. کشوری که مدت هاست منابع آبیش رو به پایان رفته و به خاطر نبود مدیریت درست چیز دیگه ای ازش باقی نمونده و متاسفانه در مناطق محرومش مردمی دارن زندگی میکنن که شاید برای یک جرعه آب باید کیلومترها برن تا بتونن آب پیدا کنن، تازه اگر بشه اسم این آب رو آب آشامیدنی گذاشت. آبی که سوای رنگ و طعم و بو و مزهش برای به دست آوردنش هم باید خسارهای زیادی رو به جون بخرن. شما نمیشین در این کنار آب و برکه؟ آب نداره چیکار کنیم؟ مجبوریم بریم. هر سال تعداد زیادی از این کودکان دستان نازنینشون رو توسط این گاندوها از دست میدن، موجودات وحشتناکی که در تمام این آبها کمین کردن برای کودکان نازنین سرزمینمون. یکی از بدترین مشکلات تازه بعد از این هستش که این آبها رو به منزل میبرن، چون محل مناسب و بهداشتی برای نگهداری همین آب هم ندارن، باعث میشه که خیلی خطرات بیشتری در رابطه با بیماری ها تهدیدشون بکنه. چیزی که بهش احتیاج دارن در حقیقت یک منبع پلاستیکی برای نگهداری آب. بنیاد نوروز مدت هاست که با کمک همین بیننده های کانال اخبار خاموش بسیاری از این منبع ها رو برای روستاهای مختلف دور افتاده نصب کرده. قیمت این منبع ها خیلی زیاد نیست، یعنی با حالا نوسان قیمتی که همیشه داخل ایران داره اگر تبدیل کنیم حدوداً 110 یورو یا 120 دلار قیمتشونه. البته منظور من از رقمی نیست، برای ما ایرانیایی ساکن خارج از کشوره که این پول برای ما پولی نیست که نقش تاثیرگذاری در زندگیمون داشته باشه، ولی میتونه برق امید رو به چشمای خیلی ها تو هر روستای محروم بیاره. اگر توانایی مالیشو داریم، اگر هر کدومون فقط یه دون از این منبع ها رو بتونیم تأمین مالی کنیم، میتونیم بگیم که مردم مناطق محروم جنوب کشور در خوزستان و در سیستان و بلوچستان تابستان خوبی رو سپری خواهند کرد. سلام، هستم علی آباد سرزه زندگی کنیم. خدا را شکر مشکل بی‌آبی ما حل شد. دست شما درد مکن، زحمت رو کشید. مرسی، ممنون. رحمان رحیم و عالی نایگون، مشکل کمبود آب داشتیم، مشکل ما رو مسئولین حل کرده، دستشون درد نکنه، ممنون. این کمک های شما برق امیدی رو به چشمان مردم اون منطقه آورد. با سلام، خسته نباشید. ما ساکن مچ‌قاسم هستیم، دوستان مچ‌قاسم. مشکل کم‌آبی داشتیم، دست مسئولین در نکنم، مشکل ما رو حل کردن، دیگه الان مشکل کم‌آبی نداریم. ازشون تشکر میکنم، خیلی ممنون، مرسی. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. دوستای خوب و مهربونم، بازم تاکید میکنم این عدد برای ما که خارج از کشور زندگی میکنیم واقعا عددی نیست که داشتنش ما رو پولدار کنه، نداشتنش ما رو فقیر کنه، اما رسوندن آب به یک روستا، اینکه فضایی باشه که بتونن آب آشامیدنی ازش بنوشن، دادن زندگی به اون روستاست و نمیدونید که چقدر میتونه انرژی مثبت و خیر و برکت برای زندگیتون بیاره. بودن عزیزانی که در داخل
کانال کمک کردن به بنیاد نوروز، گفتن که به نیت پدر و مادرشون که از به حال در دنیا نیستند و به رحمت خدا رفتن، به نیت اونا نصب بکنن. میخوام بگم که جزو کارهای بسیار مثبتیه که اون انرژی مثبتش حالا حالاها به شما برمیگرده. یعنی دادن غذا نیستش که بخورن تموم شه، یه چیزی که هر بار که استفاده میکنن، هر بار که میتونن آب آشامیدنی سالم بخورن، قطعا اون انرژی مثبتش به شما برمیگرده. لطفاً جدی بگیرید. شماره بنیاد رو صفحه است 1-704-544-7800 و یا نوروز.org که از اون طریق هم میتونید لطف کنید، کمک کنید تا این اتفاق بزرگ رقم زده بشه. دنبال اینه بتونیم 40 تا روستا رو منبع بدیم، تا الان 11 تاش اوکی شده، باقیش نیازمند مهر و محبت شما عزیزان. اگرم نمیتونید یک منبع رو تهیه کنید، حداقل به اون اندازه که میتونید کمک کنید. شاید دو سه نفر با هم جمع شن بتونن اون هزینه یک منبع رو فراهم بکنن. اما بایدن واقعا دیگه شورش در آورده. تمام آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داریم، واقعا هرچه بدان دارند و ایشون یه جا داره. الان تو اقدام جدیدی پیتر دوسی تو کاخ سفید داره سوال میپرسه که آقا 166 هزار دلار ماهیانه برای داستانه سیکرت سرویس و اینو داره هزینه میشه مثلا برای هانتر بایدن، از کجا داره میاد، چرا باید اینجوری باشه، و خیلی اتفاقات دیگه که معمولا کاخ سفید و کریم آبمنگل که دیگه خودتون میدونید کلن از روزی که اومده از زیر همه سوالای سخت داره شونه خالی میکنه کارین ژان پیر، و باز هم جوابهای سربالایی که به پیتر دوسی میده. بریم هم ببینیم. The Secret Service is paying $16,000 a month now to stage near Hunter Biden in Malibu. دقیقاً Secret Service داره ماهی 16,600 دلار پول میده برای هانتر بایدن در مالیبو. Who's paying for that? کی داره پول این اتفاقو پرداخت میکنه؟ That's a question for the Secret Service. Okay. میگه که این سوال رو باید سیکرت سرویس جواب بده، اونا باید بگن که کی داره بهشون پول میده. هانتر بایدن is reportedly selling art to pay for his $15,800 a month rent in Malibu. خیلی خوب، هانتر بایدن گفته شده که آثار هنریشو میفروشه برای اینکه بتونه پول اجاره خونش در مالیبو رو که ماهی 15800 دلاره پرداخت بکنه. How can he guarantee that people are not going to be buying this art to gain favor with the president? چجوری شما میتونید گارانتی کنید که آدما نمیان نقاشی اینو بخرن تا بخون از الطاف رئیس جمهور بهره مند بشن؟ That is a question for Hunter Biden and his representatives. این سوال مربوط به هانتر بایدن و وکیلش. میگه من سوالتو شنیدم، از اون طرف هم حرف کاملا منطقی داره پیتر دوسی میپرسه. ما الان میدونیم که آدما میان و از طرف کابینه بایدن بهشون شغل پیشنهاد میشه، میتونید گارانتی کنید که اینجا قرنی اتفاق بیفته؟ I hear your question. I'm not going to get involved in this. That is a question for Hunter Biden's representative. من سوالتو شنیدم، من درگیر این جواب این سوال نمیشم. این سوالی که باید هانتر بایدن و وکیلش جواب بدن، حرف بسیار احمقانه. طرف میگه که چجوری میتونیم مطمئن بشیم که شما رشوه نمیدی؟ میگه باید بری از اون طرف بپرسی. But we know that from a Hunter Biden associate now that he sold the appearance of access to then Vice President Biden. ما الان از طریق وکیل هانتر بایدن میدونیم که اون ظاهراً اون دسترسی به پرزیدنت بایدن رو داشته میفروخته، یعنی در حقیقت همون برندی که میگفتن. آیا شما مطمئنید که دیگه این کار انجام نمیده؟ باز میگه این سوالیه که هانتر بایدن باید جواب بده. پیتر دوسی میاد تو حرفش میگه اگه کسی داره سعی میکنه دسترسی به کاخ سفید رو بفروشه، این سوالی که باید کاخ سفید جواب بده، نه وکیل یارو که. No, that is your I don't know how you're perceiving that.
نه این روش تحلیل شماست که داری اینجوری بررسی میکنی. بابا این دیگه شهادتی که دیوون آرچر اومده گفته. پیتر من وارد این موضوع نمیشم. So this testimony since the last time that I was in here, Devin Archer talks about how he and Hunter Biden tried to profit off the Biden brand. What is the Biden brand? خب ولش کن اصلا این شهادتی که دیوون آرچر داده از دفعه قبلی که من مدت هاست که خیلی از خبرنگاره سختی رو راه ندادن و بهشون گفتم باید برن یه کارت جدید بگیرن سیمون اتبا یا پیتر دوسینا اینا مدت هاست نتونستن برن اون که هنوز نتونسته رفته شکایت کرد از کاخ سفید ببینید چقدر گذشته از اون زمان که الان میگه از اون مقتاله من نیومدم داره سوالو دوباره میپرسه میگه دیوون آرچر میگه که هانتر بایدن سعی کرده بوده که برند بایدن رو بفروشه و از اون منتفع بشه برند بایدن چیه برامو تعریف کنید و بازم میگه من وارد این بحث نمیشم اصلا وارد این بحث نمیشم ادامه میدیم با کسی دیگه و حالا میخواد بگی یکی دیگه سوالو بپرسه این چیز کاملا احمقانه یعنی خودتون بذارید جای اون خبرنگاری که داره اونجا سوال میپرسه یا میشه من توضیح بدید میگن که طرف ادعا میکنه میگه که با شما نسبتی داره و از این بابت از مردم پول میگیره واسه کارچاق کنی مطمئن میتونید بشید که طرف دوباره این غلطا نمیکنه میگه اینو باید برید از وکیل همون کسی که کارچاق کنی میکنه بپرسید چقدر حرف احمقانه ایه و نکته نگران کننده این بود که چقدر زمان طولانی مدتیه که این حالا خیلی تعدادشون کم خبرنگارایی که سوال درست میپرسن چقدر مدت زمان طولانیه که میبینیم پیتر دوسی راه ندادن اونجا اگه دقت کنیم کی بود ویدیوی حالا دیوون آرچر رو گذاشتیم با تاکر کارسون صحبت کرده بود و غیره از اون موقع تا حالا راهش ندادن بند خدا رو اما بریم سراغ یه ویدیوی دیگه که میدونم قطعا خوشتون میاد ازش این همون ویدیویی که ثابت میکنه ترامپ یه سیاه‌پوسته سیاه‌پوست بودن منظور رنگ پوست نیست تا اینجا منظور سر آزار و اذیتی که دارن میکنن سیاه‌پوستا گفته بابا این بنده خدا تازه فهمیدیم عین خودمونه اینم که سیستم دست گوشته روش داره لش میکنه حالا من همچین اعتقادی در مورد سیاهای تو آمریکا ندارم واقعا یه بحث خیلی گسترده ای اگه دوست داشتید بیشتر بدونید برید ویدیوهای بن شاپیرو رو ببینید میگه که اون چیزی که خیلی از سفیدا میترسن ازش در مورد سیاها در حقیقت رنگ پوستشون نیست بلکه فرهنگشونه توضیحات جالبی میده چرا 70% ازدواجای سیاه‌پوستا به طلاق میرسه چرا یه چیزی بعضی از ایالت ها 90% تیراندازی که داره انجام میشه سیاه ها دارن همدیگر رو میکشن و غیره میگه مردم بیشتر از اینا میترسن که نمیتونن ارتباط برقرار کنن نه که به خاطر رنگ پوستشون باشه کم که تو بعضی از کشورهای دیگه اصلا اتفاقی نیست اصلا نیست یعنی در اروپا حداقل میتونم بگم در بخش بسیار زیادی اصلا رنگ پوست واقعا مهم نیستش ولی بعضی از کشورها هستش که خب مردم میترسن چرا؟ چون آدمهایی از اون نژاد انقدر خلاف کردن و دارن میکنن که آدمو نمیتونه تشخیص بدن که آقا این جزو 10% که الان اصلا همراهش نیست منو بزنه یا جزو 90% منطقیش اینه که آره یه خورده عقب‌تر ممکنه وایسته اما بریم ببینیم چرا ترامپ یک سیاه‌پوسته. The Trump campaign raked in over $7 million. جالبه شاید شما مثل من تشتک بپره کمپین ترامپ بیش از 7 میلیون دلار تونسته به دست بیاره. Today my garbage man told me he's buying mugshot t-shirts for everyone he knows this Christmas. امروز این آقای چی بگم آشغالی اومده بود زباله ها رو ببره و بعد گفتش در این کریسمس برای همه کسایی که میشناسه میخواست تیشرت های مگشات ترامپ رو بخره اصطلاحی براش تو فارسی نداریم دوستان این تصویری که از متهم لحظه که زندان پذیرش میکنه میگیره بهش میگن مگشات این تصویر ترامپ منظور پشته من هر جا گفتم مگشات یاد این تصویر بیافتید میخواد برای همه کسی که میشناسه تیشرت های مگشات بخره یعنی تیشرت هایی که این عکس ترامپ روش نقش بسته این مگشات الان تصویرش تقریبا توی داخل شهر رو دیوارهای مختلف داره نقش میبنده میبینید که اون پشت دارن تصویر ترامپ رو نقاشی میکنن The 2016 phenomenon's happening all over again.
پدیده 2016 دوباره داره در همه جای آمریکا اتفاق میفته. Trump won that election because of a laser-like focus on the forgotten man. ترامپ برنده شد به خاطر اون تمرکز نقطه‌ای دقیقش روی طبقه فراموش شده مردم آمریکا. A bond was formed back then that can never be broken. And there's a new forgotten man, the black man. Democrats have forgotten about him. یه پیوندی اونجا تشکیل شد که به هیچ عنوان شکستنی نیست و الان یه طبقه جدیدی از طبقه های فراموش شده از مردم آمریکا به وجود اومده. اون هم سیاه‌پوستا هستن. دموکرات ها جامعه سیاه‌پوستان رو تبدیل کردن به طبقه فراموش شده. The media and the professional class are so fixated with smearing and disqualifying one man that they've forgotten that the Democratic Party should be fixated on fixing problems. رسانه ها و اون طبقه حرفه‌ای دموکرات ها انقدر قفری و سپیچ زدن سر بی‌اعتبار کردن و نابود کردن یک نفر که کلن یادشون رفته که حزب دموکرات قرار بوده بیاد مشکلات و مسائل زندگی مردم رو حل بکنه. Better wages, better jobs, better schools, better healthcare. قرار بوده که حقوقا رو بهتر کنه، شغلا رو بهتر کنه، مدارس بهتری رو درست بکنه و اینکه بیمه درمانی بهتری رو رقم بزنه. Democrats have overpromised and underdelivered for black Americans for decades. دموکرات ها دهه هاست که قولای زیادی دادن و کمترین مقدار این قولها رو تونستن عملی بکنن. And as this election rolls around, Democrats once again are obsessed with Trump instead of their most dependable voter. و باز هم بگم که همچون که میبینید داریم به انتخابات نزدیک میشیم، دموکرات ها انقدر که وسواس دارن در مورد ترامپ خنده داره به جای اینکه حواسشون باشه که بتونن رای دهنده های مستقل رو جلب بکنن، بیشتر دنبال تخریب ترامپ هن. The mugshot crystallized that. الان واقعا دیگه تصویر ماکشات ترامپ به وضوح داره نشون میده قضیه چیه. He got indicted and Trump got a target on his back just like a black man. ترامپ متهم شده، واقعا ترامپ یه سیبر گذاشتن پشتش مثل یه مرد سیاه‌پوست. Y'all keep messing with him. Hey Trump, go ahead and wipe that white paint out your face, man. خیلی جالبه. میگه که هی دارن سر به سرش میذارن، اذیتش میکنن. ترامپ برو اون سفیدی چهرهتو پاک کن. You black now. You good in the hood. تو دیگه الان سیاه‌پوستی، به جمع ما، به همسایگی ما خوش اومدی. As far as I know, Trump is black. تا اونجا که به من مربوطه، تا اونجا که من میدونم، ترامپ سیاه‌پوسته. When are you guys gonna learn? کی قرار شماها بفهمید بالاخره؟ The more you indict, the more we unite. هر چی بیشتر شما محکوم میکنید، ما بیشتر با هم متحد میشیم. How about Trump 2024, you heard me? Woo woo. به این جالب حالا میگه داره رفیقای خلافش رو صدا میکنه، میگه گانگستر، نظرتون در مورد ترامپ 2024 چیه؟ گانگسترز، the hood got this man back. میگه گانگستر، ما محله تونسته این آدم رو دوباره پس بگیره. It's Trump 2024, that's what it's gonna be, cause we ain't having nothing else. قراره که ترامپ 2024 باشه. این اتفاقی که قراره بیفته به خاطر اینکه ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. Arresting Donald Trump not once, not twice, not three times, but four times did something I thought was impossible. دستگیری پرزیدنت ترامپ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، بلکه چهار بار تونست اتفاقی رقم بزنه که من فکر می‌کردم غیر ممکنه. It made Donald Trump into a sympathetic character. ترامپو تبدیل کرد به یک کاراکتری که میشه باهاش همدردی کرد. Made a billionaire a victim of the man. جالب میگه یه آدم بیلیونر رو تبدیل کرده به یک قربانی. خب هر کسی که تا حالا قربانی سیستم شده باشه میتونه باشه همزاد پنداری کنه دیگه. یک بیلیونر رو تبدیل کرد به یک قربانی. I know, it sounds crazy. Black Americans throughout our history have felt unfairly victimized by the system.
میدونم شاید به نظرتون دیوونه بیاد، اما سیاه‌پوستان آمریکایی در طول تاریخ ما به طور ناعادلانی توسط این سیستم قربانی شدن. Historically there's some truth to that. به طور حالا تاریخی هم نگاه کنیم یه بخشش واقعا حقیقت داره. The mugshot unintentionally created a bond between Donald Trump and black Americans. این مگشات، این تصویر پرزیدنت ترامپ در زمان پذیرش به زندان، تونست یک پیوند عجیب و غریبی بین دونالد ترامپ و سیاه‌پوست‌های آمریکایی برقرار کنه. خنده میگیره سن که هر غلطی میکنن بازم این بومرنگ میخوره تو صورت خودشون. واقعا خدا اجازه داده اینجوری ترامپ رو بزنین؟ من بعید میدونم واقعا. Cause let me tell y'all something now. These other presidents be saying good stuff to you, but doing bad stuff to you. بذار من بهتون یه چیزی بگم. رئیس جمهوری هستن که حرفای قشنگی براتون میزنن ولی کارهای بدی براتون انجام میدن. Trump might be saying some bad stuff, but he was doing some good stuff. ترامپ ممکنه که حرفایی که میزنه خیلی قشنگ نباشه ولی کاری که انجام میده کارهای بسیار خوبیه. Check the records. نگاه کنید به سابقه کاریش، ببینید چیکار کرده. باز جالبه، میگه نگاه کنید به کیا رو تا حالا آزاد کرده، لی وین آزاد کرده، کوداک آزاد کرده، کسایی بودن که بعضیشون تو کشورهای دیگه دستگیر شده بودن، ترامپ قفلی زد تا آزادشون کردن. You know what I'm saying? And y'all don't lock big Trump up. Y'all got him in Atlanta, man. Free big Trump. اینقدر میخوره حرفاشو خیلی خوب متوجه نمیشن، ولی میگه که الان ببینید تو آتلانتا قرار چیکار بکنن، بعد بریم آتلانتا فکر کنم، میگه بریم اونجا بگیم که بعد ترامپ بزرگ آزاد کنید. Donald Trump's support black Americans has steadily been going up. In 2020 Biden won 91% of the black vote. Trump had 8. حمایت سیاه‌پوستان آمریکا از ترامپ داره میره بالا. در سال 2020 91% از سیاه‌پوستا به بایدن رای دادن، به ترامپ فقط 8%. Just 3 years later Biden's down 30 points with black America. Trump's up 12%. و 3 سال بعد دارید نگاه میکنید که 30% از رای دهنده‌های سیاه‌پوست آمریکایی به بایدن کم شده و ترامپ 12% بالا رفته. There's a reason for that. A few of them. حتما دلیلی براش هست، البته شاید بهتر بگیم چند تا دلیل. Metropolitan areas are rapidly decaying under Democrat leadership. مناطق شهری تحت رهبری دموکرات‌ها به سرعت در حال زوال هستند، در حال نابودی هستند. اگه دقت بکنید تمام ایالت‌های دموکرات وحشتناک اوضاعشون ریخته به هم. شیکاگو رو شما نگاه بکنید، کالیفرنیا رو نگاه کنید، فقر، بدبختی، سرقت، خلاف، مواد مخدر داره نابود میکنه. و این البته بگم بیشترین فشار رو به همون سیاه‌پوستا میاره، به خاطر اینکه اونا در محله‌هایتون جا زندگی میکنن که محله‌های پایین معمولا خیلی راحت یه نفر درگیر خلاف، درگیر اعتیاد بشه و اگر بهش رسیدگی نشه، که به اونا رسیدگی نمیشه، خیلی زود هم متاسفانه تبعات داره، ممکنه جونشون از دست بدن. Not to mention inflation's eating away at black bank accounts. Time for talks over. دیگه لازم نیست اشاره کنیم که تورم داره حساب‌های بانکی سیاه‌پوستا رو میبلعه. فکر میکنم دیگه زمان صحبت کردن تموم شده. جو بایدن more than any other president represents the system. He represents the man. He represents the permanent Washington power broker whose callous policies created the forgotten man. جو بایدن نشون داده که یک رئیس جمهوریه که داره برای سیستم کار میکنه. اون مردیه که نماینده اون حزب قدرت در واشنگتن، قدرت دائمی واشنگتن، همون قدرت در سایه که هست، یعنی رئیس جمهور عوض میشن اونا هستن، تاثیرگذاری دارن و همه کار رو دارن هدایت میکنن. کسایی هستن که در حقیقت سیاست های داغونشون این طبقه فراموش شده رو خلق کرده. And what better way to send a message to the system than to vote for the man who the system is trying to destroy. خب چه راه بهتری وجود داره برای رسوندن یک پیام به سیستم؟ چه راه بهتر از این که رأی بدن به مردی که سیستم تصمیم گرفته تخریبش کنه؟ یعنی بهترین راه مبارزه کردن با سیستم اینه که بیان به ترامپ رأی بدن که سیستم کنترات ورداشته، چارچنگولی وایستاده تا بخواد این مرد رو نابود کنه. This video is to every single black person out there.
این ویدیو مخاطبش تک تک آدم های سیاه‌پوستی هستند که دارن تماشا میکنن. If you really wanna f over this government that has f over your ancestors. اگه واقعا میخواین بابای این دولت رو در بیارید که بابای اجدادتون رو در آورده. If you really wanna f over this government that helped kill Martin Luther King Jr. اگه واقعا میخواین پدر این دولتی رو در بیارید که کمک کرد مارتن لوتر کینگ جونیور کشته بشه، ازتون تقاضا میکنم که یه لطفی به من بکنید. Go vote for Donald Trump. برید به دونالد ترامپ رای بدین. بازم داره میگه میدونی که اونا همه جور داستانهای مزخرفی رو درست میکنن و مدت زمان بسیار زیاده که اتفاق داره میفته. برید و به دونالد ترامپ رای بدید. The Democrats have made Trump a martyr. And they've made voting for Donald Trump the biggest political message in years. دموکرات ها از ترامپ یه شهید ساختن و بزرگترین پیام سیاسی رو تبدیل کردن به اینکه آقا برید به دونالد ترامپ رای بدین. یعنی بعد از سالیان سال یه شعار سیاسی درست شده که مسببش دموکرات ها بودن، اونم این بوده که برید به دونالد ترامپ رای بدید. Jermaine Clutch Williams is a Louisiana voter who joins us now. So Jermaine, tell us what people are saying. خب جرمن کلاچ ویلیامز از رای دهنده های لوئیزیانا با ماست. آقای جرمن، ما بگو ببینم که مردم چی میگن. I mean, like, it's this debacle that's going on amongst me and my peers about the fact that, like, what's being done to Donald Trump has been done to us. خب این افتضاحی که الان داره رقم میخوره از دید من و رفیقای من کاملا مشخصه و نشون میده که اتفاقاتی که دارن برای دونالد ترامپ رقم میذارن تمام مدت داشتن برای ما رقم میزدن. So I think it's like resonating with a lot of my people in ways that the Democratic Party probably didn't, you know, like they probably didn't envision it. You know what I'm saying? So میگه این تعنینی که یا این تأثیری که روی مردم، حالا مردم من میگه منظور مردم سیاه‌پوست دور و برشه، میگه تأثیری که داره میزنه دقیقاً تأثیری که نشون میده دموکراتیک پار حزب دموکرات داره چیکار میکنه. میگه شرط میدم که حزب دموکرات همچین چیزی از قبل تجسم نکرده بوده که ممکنه محکوم کردن ترامپ بتونه همچین تأثیر بذاره و اینقدر سیاه رو بیاره پشتش. The issues, the and when it boils down to it was just phone calls. میگه میان خیلی بزرگ مشکلاتو بزرگ نمایی میکنن، وقتی که ریز میشی میری داخل نگاه میکنم چند تا تماس تلفنی بوده. Trump just calling in, checking on the election, making sure everything is going fine and dandy. چی بوده؟ اینم که پرزیدنت ترامپ چند تا تماس گرفته داشته چک میکرده ارتباطات و مطمئن میشده که همه چیز به صورت درست و خیلی ردیف داره انجام میشه. ازش تماسیه که با جورجیا گرفته بوده و از رافنسبرگر پرسیده بوده آقا رأی‌ها رو درست شمردین یا نه. آنها دارن این داستان رو سعی میکنن ازش یه هیاهو درست کنن. خب مشخصه اینا دوست دارن که ترامپو زندانی کنن. And it kind of resonate with a lot of black people because we've been in that position. و بازم دارم میگم ممکنه مردم سیاه‌پوست آمریکا خیلی راحتی موضوع درک بکنن به خاطر اینکه ما مدت‌های طولانی توی همچین موقعیتی بودیم. So I think it's like galvanizing sympathy from a lot of black people. فکر میکنم که تونسته این اتفاق یک همدردی خیلی قوی رو در جامعه سیاه‌پوست آمریکایی ایجاد بکنه. And have you and your friends voted Democrat in the past? آیا شما رفقات قبلا برای به حزب دموکرات رأی داده بودید در گذشته؟ Oh, definitely. 100%، 100%. But I mean like now I think that the lines are blurred and people are more focused on how we're being treated and which candidate is going to take some political responsibility for the African American voters.
من فکر میکنم که الان دیگه خطا خطکشوی مقدار محو شده. مردم بیشتر الان تمرکزشون روی این هستش که چجوری داره باشون رفتار میشه و کدوم یک از این کاندیدا هستن که قرار مسئولیت سیاسی بیشتری رو در قبال آمریکایی آفریقایی یا بهتر بگیم سیاه‌پوستان آمریکایی که قرار رأی بدن ایفا بکنه. Do you and your friends feel like the Democratic Party is kind of neglected the black voter? آیا شما رفیقات احساس میکنید که حزب دموکرات از رأی دهنده آفریقایی ببخشید رأی دهنده سیاه‌پوست غافل شده؟ I mean around every election they talk a big game but then you know there's not always results. Is that how you feel? خب میدونی قبل از هر انتخاباتی میان قولها و حرفای بزرگ میزنن و بعدش میبینید که نتیجه نداشته. شما هم همین احساسو دارید؟ جیسی check this out bro. Check this out. I'm gonna keep it real with you جیسی. جیسی یه دقیقه گوش کنم چی میگم. من سعی میکنم باهات کاملا صادقانه صحبت کنم. Man, the stuff that Biden promised. And first of all, I just want to say if we going down Donald Trump. خب اول از همه بذار اینو بگم چیزایی که بایدن یا دوروری بایدن قول دادن. حالا قبل اینکه اینو بگم میخوام بگم اگه اونا دونالد ترامپ رو بخوان یه جورایی حذفش بکنن behind the supposed racism به بهانه حالا نجات پرستی و غیره then you got to know the history of racism as it pertains to Joe Biden with the 1994 crime law. بعد اینو بدونن همه که آقا تاریخچه نجات پرستی از قانونی که جو بایدن در رابطه با جرم جنایی این قانون رو تصویب کرده بود سال 1994. یعنی سال 1994 جو بایدن یه قانونی رو معرفی کرده بوده در رابطه با جرم و جنایت غیره که اصل نجات پرستی بوده این قانون. Are people still in jail right now? خیلی از آدما به خاطر این قانون هنوز که هنوز تو زندانن. A lot of families got destroyed from that crime bill. خیلی از خانواده به خاطر اون لایحه کیفری واقعا متلاشی شدن. You know that Joe Biden passed. You feel them under the Bill Clinton administration. قانونی که جو بایدن در کابینه بیل کلینتون این لایحه رو داده بود. You know what I'm saying? So even all the plagiarism, all the remarks he made about the 7-Eleven and the Indians and you know all that stuff that I think people forgot. You know what I'm saying? میدونی من منظورم اینه که تمام اتفاقاتی که انجام شده، تمام حرفایی که زده شده، من فکر می‌کنم مردم خیلی زود فراموش میکنن اینا رو. فکر کنم دلیلش هم همینه که اصلا اینجا خواسته به جسی بگه. میگه تمام اظهاراتی که در مورد فروشگاه 7-Eleven و هندیا و حرفایی که احتمالا قبلا این حرفایی بوده که جو بایدن زده بوده. یه فیلمی هم ازش هستش که داره صحبت میکنه تو مجلس سنا، میگه خیلی خوب مدارس باز بشه، سیاه برن تو مدارس خودشون هم گره بکشن، نیان توی خیابون این کارو بکنن. اینم جزء چیزایی بوده که الان خیلی داره دست به دست میشه. But the thing about it is like when you looking at this, what you got to understand is it's about who's actually putting stuff in the play. بستر اینه که وقتی شما دارید این اتفاقات رو نگاه میکنید، من حالا سعی میکنم خیلی فارسی سلیس بگم چون صحبتاشو میخوره و اونور میره، میگه باید نگاه کنید که کیه که داره کار عملی انجام میده. It's about who's actually like putting the pen to the paper. کیه که در حقیقت خودکارشو میذاره رو کاغذ، منظورش اینه کیه که قوانینی رو تصویب میکنه یا دستور میده که میتونه کمک بکنه. And if you check the facts, I think Donald Trump exhibited that way better than any other president we had in a long time. و اگر اینا رو در نظر بگیرید، من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ از خیلی از رئیس جمهورهایی که از زمانهای قدیم تا الان داشتیم بهتر عمل کرده. All right. You know what I'm saying? Even if Clutch, how'd you get that name, by the way? میاد تو صحبتش میگه حالا کلاچ بچه یعنی کلاژ ماشین. میگه که چی شد اسمت گذاشتن کلاژ، از کجا که اسمت این شد؟
clutch because I'm clutch. I come through in the clutch. You know, when the game on the line, you know, you can count on me. بچه این عجیب غریب هم وقتی صحبت میکنن تو حرفاشون هم الان میگم میگه به خاطر اینکه بهم چسبیده این اسمه، به خاطر اینکه خب میدونید وقتی توی یه گنگ توی گروه خلافکار هستی وقتی که لازم میشه میتونن روم حساب کنن. حالا اسمشو گذاشتن کلاج، اتنا کار رابنداز بوده واسه این گذاشتن. اما حالا سوای بحث مشخصی که حالا میدونید نه تنها سیاپوستا بلکه تمام کسی که از طبقه متوسط رو به پایین بودن، ما این طبقه متوسط رو به بالا داریم که میخوان خودشون رو نزدیک به حالا ثروتمندان و مفاخر و غیره نشون بدن، فکر میکنن اگر قیافه دموکراتیک بگیرن به خودشون بگن ما تو حزب دموکرات هستیم و پیرو اوپرا وینفری و حالا تقریبا چند صد تا سلبریتی هالیوودی هستن که پولا داره به جیبشون سرازیر میشه تا طرفداری بکنن، بقیهشون بیاین پایینتر، معمولا حزب متوسط یا پایینتر از متوسط دنبال سفره سر نارشامشون هستن که اتفاقات بهتری توش رقم بخوره، برای همین اکثرا طرفدار پرزیدنت ترامپ هستن. اما کسی که تمام 4 سال و حتی 2 سال بعدش همه به نجات پرست میشناسن، انقدر مردم رنگین پوست طرفدارش هستن، خودش بسیار جالبه. حالا سوا این که یه عده بهش لقب مسیح سیاه پوست رو هم دادن، جالب تو کامنت های من برید بخونید خیلی هستن که میگن این مهدی موعود، حالا دیگه اونو کجای دلم بذارم و نمیدونم. اما به هر حال کسی که میتونه اتفاقات بزرگ رو رقم بزنه، چون 4 سالی که بوده یه سری اتفاقات نمیخوام بگم بزرگ به خاطر اینکه در مقایسه با این چیزی که الان ازش توقع داریم اتفاقات اتفاقا خیلی کم بوده، کوچیکم بوده. الان توقع ازش اینه که بیاد کل فساد در آمریکا سرکوب کنه، همه رو بتونه دستگیر کنه، زندانی کنه. توقع ازش اینه که بیاد و 24 ساعته جنگ اوکراین و روسیه رو تموم کنه، چین رو سر جاش بشونه. اون موقع که 2016 ترامپ تحویل گرفت اتفاقات انقدر وحشتناک نبود، الان اتفاقات بسیار بد و وحشتناکی داره رقم میخوره. فقط یه سوال میشه، 7 میلیون خارجی به صورت غیرقانونی اومده در ایالات متحده که باید دونه دونه اینا بررسی بشه و اونایی که خلافکارن و غیره همه برگشت داده بشه. وضعیت مواد مخدر کردن تو خیابونا اینجوری سرازیر شده، شما فیلمای فنیکس رو نگاه میکنید، یه سری جا رو نگاه میکنید انگار دارید در واکینگ دد قدم میزنید، سریال هستش که همه زامبیا تو خیابون پلاس هستن. برای همین کار راحتی نیست، برای همین الان اعتقاد داریم که اگه بیاد باید کار بسیار بزرگی انجام بده، ولی حالا بعضی بهش میگن مسیح سیاه پوست، بعضی هم بهش میگن مهدی موعود. ببینیم چه شود. ممنونم که این ویدیو رو با من همراهی کردید، امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. در اخبار خاموش اخباری برای شما میارم که جایی پیدا نمی کنید. ممنون میشم اگر لایک بزنید، لطف میکنید اگر سابسکرایب کنید و کانال رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. در جسد خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.